ما در کشوری زندگی میکنیم که یک مذهب خشن در اون داره، یعنی مذهب شیعه. باید ببینیم که نگاه مذاهب به خشونت چیه، خشونت تا چه حد در مذاهب توصیه شده، اجازه داده شده. یه بررسی مقایسه‌ای در این زمینه داشته باشیم و بتوانیم رابطه خشونت و مذهب رو نگاه بکنیم. مهمان گرانقدری دارم امشب که او میتونه به خوبی این مسئله رو بهش نگاه کنه. مهمان عزیز من، بسیار خوشحالم این بحث رو با ایشون باز میکنم. امیدوارم این هفته تموم بشه، ولی اگر نشد هم باکی نیست، چون وقت گرانقدرش رو در اختیار تلویزیون اندیشه میگذاره و اون آقای دکتر فرهنگ هولاکویی است. اما قبل از اینکه دکتر فرهنگ هولاکویی رو دعوت بکنم که به پرسش هایی که از او میکنم پاسخ بده، از همکارانم دعوت میکنم آقای دکتر فرهنگ هولاکویی رو به داخل استودیو هدایت بکنند تا در خدمت ایشون با هم ویدیوهایی رو که من تهیه کردم به عنوان نشون دادن متن تصویری موضوع، یعنی خشونت کجاست، خشونت در چه ابعادی مطرحه، در جامعه ما چگونه مطرحه، در جامعه جهانی چگونه مطرحه، و سوال اساسی که در شروع برنامه گفتم، چگونه می شود یک جامعه خشونتگرا رو به سوی یک جامعه مدنی احتراز کننده از خشونت پیش برد. دکتر فرهنگ هولاکویی در این مورد به نظر من شخصیتی است خوشبین. بارها و بارها ما در این زمینه با هم صحبت کردیم. دکتر فرهنگ هولاکویی معتقد فقط مدتی طول میکشه تا جامعه این گرایش ها رو کنار بگذاره. امشب خودشون که بیان میتونن تایید بکنن، در داخل استودیو تایید بکنن که این نظر درسته یا نه. من بد فهمیدم ایشون. اجازه بدید برای اینکه بحث رو منطقی باز کرده باشیم، خشونت رو محدود به به حال ایران نکنیم، چون خشونت یک امر ایرانی نیست، یک امر جهانی است و در سراسر جهان وجود داره. ببرم شما رو به مالزی، با هم نگاه کنیم که یک بچه خردسال کمتر از یک سال رو مادرش یا پرستارش در مقابل صدای این بچه و گریه این بچه که یا گرسنه است یا دردی داره چگونه وادار به سکوت و آرامش میکنه. و حتما دکتر فرهنگ هولاکویی خواهد گفت که تأثیر این رفتار در زندگی آینده این انسان و انسانهای مشابهش چگونه خواهد بود. با هم نگاه میکنیم. البته این واقعه در مشهد اتفاق افتاده و خوشبختانه مربی مهد کودک رو بازداشت کردن. اما این فقط و محدود به مشهد نیست. اجازه بدید با هم بریم به خاش و ببینیم وقتی میخوان یه شاگردی رو وادار به تبعیت از قوانین مدرسه بکنن، تنبیهی که در حق او روا میدارند چه نوع تنبیهی است. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست. اما تموم نمیشه. خشونت در مشهد و جیرفت، ببخشید، خشونت تنها در مشهد و خاش نیست. بریم به کرمان، بریم به جیرفت و ببینیم که نظام آموزش و پرورش ایران و نماینده این نظام در مدرسه و در محله‌ای که ما زندگی می‌کنیم چگونه بچه‌های ما رو
تنبیه میکنه، البته تنبیهی احتمالاً با حسنیت، برای اینکه قوانین جامعه رو رعایت بگیرن، رعایت بکنند. از چنین بچه‌هایی هیچ انتظاری میرود جز اینکه در لباس شخصی در آینده به آزار مردم بپردازند؟ نتیجه این نظام آموزشی جز خشونت بیشتر در جامعه میتواند باشد؟ و چگونه دکتر فرهنگ اولاکویی معتقد است که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی میشود آثار این نظام خشک خشن رو در جامعه از بین برد و ریشه هاشو خشکوند؟ خب همین وضعیتی که شما نگاه میکنید، این نوجوانه که در آینده تبدیل میشه به این جوان زورگیر که در جایگاه پمپ سوخت دریافت سوخت بنزین به زورگیری و سرقت وحشیانه میپردازه. نگاه کنید به این صحنه. نتیجه اون نظام آموزشی چیزی جز این نیست که یا به این شکل دیدید با شمشیر افتادن به جون دو نفری که در اونجا بودند، اما همینجا تموم نمیشه. با غمه وارد یه سوپرمارکت میشند و وقتی با اعتراض مواجه میشند با شمشیر گردن فرد معترض رو میدارند. ولی به همین سادگی انسانی جان باخت، به همین سادگی. و اینها موارد استثنا نیست، هر روز در گوشه و کنار کشورمون این اتفاقات میافته. و وقتی به جامعه نگاه میکنیم میبینیم که بر این خشونت‌های فردی و خشونت‌های مربوط به نظام آموزش پرورش و نظام قضایی کشور یه دفعه یه قانونی به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر هم به هر حال به تصویب میرسه. هیچ معلوم نیست کسی که این کار کرده بعداً به بهانه امر به معروف و نهی از منکر و تمرد اون فرد اصلا از مجازات تبرئه نشه. از این خونها در کشور ما خیلی دیخته میشه. جامعه در این از مرز خشونت چگونه میشود از تله خشونت رهایی پیدا بکنه؟ در یک حادثه که ویدیویی از اون رو خدمتتون نشون میدم، این است که در فروردین ماه گذشته در ساعت 1 بامداد یکی از شهروندان قمی، یعنی یک شهروندی ساکن قم، جوان مجروحی رو که توسط جمعی از اراذل و اوباش مورد سوء قصد قرار گرفته بود با وسیله نقلیه خود به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی میرسونه که همین امر سبب می‌گردد زاربین این مرد جوان با تعقیب ماشین ضمن وارد نمودن خسارت‌های به ماشین پژو 206 این شهروند فداکار وارد اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شدند و با وارد نمودن ضربات پی در پی چاقو و قمه به جوان مجروح وی را سلاخی کردند.
همین امر موجب جان باختن فرد مضروب شد. هرچند کادر پزشکی این بیمارستان بعد از متواری شدن قاتلین تلاش‌هایی برای نجات این جوان انجام دادند، اما هیچ کدام از این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و ملاحظه می‌کنید که جوان به قتل رسید. جرمش چه بود؟ نودوستی. جامعه 30 سال پیش ایران اینها نبود توش، به این شکل و به این شدت. این جامعه رو نمی‌شناسم، خیلی سخت شناختش. اگر نمی‌شناسی، اگر با خشونتی که بر این جامعه حاکم شده و از مهد کودک، از خانواده تا مهد کودک و دبستان و دبیرستان و همه صحنه ها به این شکل وجود داره، تو چجوری میتونی خلاص بشی و چجوری میتونی به هموطنان کمک کنید؟ اما بینندگان عزیز، این داستان غم‌انگیز رو قبل از اینکه به فرمایشات دکتر هلاکویی گوش کنیم با جایی ختم میکنم که یه فرد متهم که خطایی کرده رو ببینید در ملأ عام در کشور ما. خیلی کوتاه این کلیپ، چگونه آزار میدند نگاه کنید، بعد صحبتام با دکتر هلاکویی آغاز میکنم. متشکرم خدمت شما و بینندگان خوب و عزیز. سلام عرض میکنم. جان فروزنده شعره فرمودید مهمان، آخه آدم از مهمان پذیرایی میکنه. بسته به اینکه مهمان کی باشه. خب این که شکنجه بود. خب من نمیدونستم چیه. یه تلفنی فرموده بودید که درباره خشونت میخوایم صحبت کنیم، ولی از آنچه که میخواید نشون بدید خبر نداشتم و ناچار باید میدم، چون مگر خودم این حق و اختیار رو داشتم حتما اینا رو نمیدیدم. حالا هر جور دلتون میخواد. آقای دکتر شما اینا رو نمیبینید، ولی من ناظر و شاهد هستم که هر روز شما شاهد یعنی یه شنونده شما هستم که هر روز با موارد بعضیش خیلی بدتر از ایناست شما صحبت میکنید و خیلی هم با قدرت مواجه میشید، ولی به هر حال اینا واقعیت جامعه است که ما باهاش مواجه هستیم. من قبول دارم اینها انتخابای خوبی نیست، ولی وقتی میخوایم خشونت رو امروز جامعهمون رو منعکس بکنیم، فقط کلمه خشونت نمیرسونه دکتر. شما وقتی کلمه خشونت رو بهتون میگن، آیا این صحنه ها تو ذهنتون میاد؟ کوشش میکنم مجسم نکنم، برای اینکه اون وقت هم اذیت میشید به صورت سنگینی، هم مثل الان یک کمی از فعالیت عادی و معمولی بدنی و ذهنی و مغزی میافتید و به من میفرمایید میتونید یه تصور و تجسمی از یه چنین حوادثی داشته باشید. بله، ولی نمیخوام به گونه ای در ذهنم بیارم که بعدن این گونه که الان بینندگان یا منم تا حدودی این گونه بودم اون رو حس و احساس کنم. نه میفهمم چی میفرمایید، ولی ببینید خود تماشاش نمیخوام بگم عیب و ایرادی داره، ولی تماشاش مثل بسیاری از بینندگان که امشب یا فردا که برنامه بازپخش میشه، اون فردا شب از نظر اونا راحت نخواهند خوابید و حتما تأثیراتی و تغییراتی رو در نه رویاهاشون که کابوسهاشون خواهد گذاشت. به هر حال واقعیت سخت و تلخی الان این ماجرای سربریدن رو من مطمئن بودم که هرگز نمیخوام ببینم آنچه که نمایشش رو میدن یا دربارش حرف زده میشه، و حالا اسمش هم ترسو بودن هیچ کدوم اینا نیست. نه نمیخوام بگم، یا حتی شما آدم ترسویی نیستید، توانایی تحملش رو ندارم. قبول، همه معیارهای شما رو به عنوان یک آدم
روان درمانگر، مشاور خانواده، کسی که بارها و بارها حرفاش رو شنیدم و میدونم که تا چه حد به اعتراض از خشونت معتقده به این که اصلا خشونت هیچ نتیجه‌ای نداره، فرد و جامعه رو به گمراهی میکشونه. اینها رو من در مورد شما باور دارم و میدونم. هر روز هم در هفته ساعت‌های متمادی رو صرف این نظرات میکنید. ولی دکتر، جامعه‌ای که ما داریم بهش فکر میکنیم این جامعه است. بسیار دردناکه. ولی این جامعه است. و بارها وقتی صحبت‌های خصوصی من شما با هم زیاد کردیم، به شما عرض میکردم آقای دکتر، یا عرض میکنم بعضی وقتا که فرصت پیدا بشه با همه مشاهد جناب عالی، دکتر این جامعه رو چجوری میشه تغییرش داد؟ چجوری این چند سال طول میکشه تا این آرزوها حل بشه؟ فرض کنیم از فردا قوانین ایران تبدیل به قوانین مدنی بشه، ما با چند نسلی که با این ترتیب بزرگ شدن، ما که حالا شاید هیچ وقت به ایران نریم، ولی جامعه ایران مدنی چگونه باید عمل کنه؟ من سوالم از شما اینه. حالا شما فقط یه روانگرمانگر نیستی، شما یه جامعه شناسی. حالا اگر بتونم کم کم خودم رو جمع و جور کنم. یعنی اینقدر به هم ریختی؟ بد جوری. برای اینکه فقط نمیخوام حتی به مناظری که دیدم حواسم برم اونجا، در اونها درباره اونها توضیح بدم. ولی اگر قرار باشه که بخوام یه چند تا توضیح بدم خدمتتون، که البته در یه چنین شرایطی غالب اوقات خیلی دور از واقعیت و ای بسا بیفایده است، ولی ناچار چون فرمودید تو به هر حال برنامه ای هست خدمتتون عرض کنم. اول اینکه این یه درصدی هستن از آنچه که در ایران اتفاق میفته، یعنی این درصد اون درصد زیادی نیست که به عنوان جامعه بشناسیتش. دوم، ما همه این خوبی و بدی ها رو یاد گرفتیم. شما میدونید باور من این است که انسان، انسان شدن رو باید یاد بگیره و انسان موجودی است که بد بد است که از هر حیوانی بدتره و خوب خوبی است که از هر فرشته ای بالاتر. بنابراین این اون گروهی هستن که اتفاق افتاده. از نظر علمی و از نظر روانی هم میدونیم چه خبره، از نظر اجتماعی هم میدونیم. من در اون سی دی که شاید هستالی شنیده باشید، شخصیت ناسالم، که 10 اختلال شخصیت، اون شخصیت انتی سوشال پرسنالتی دیسوردر رو خودم راجع به صحبت میکنم، آمارای امریکا نشون میده 2 در 1000 مردم برای این نوع رفتاری که شما اشاره فرمودید آمادن و چنین میکنن، ولی 2 در 1000. احتمالا در ایران بیشتره، اینو مجبورم اینو قبول کنم، یعنی بیش از 2 در 1000 به خاطر آنچه که اتفاق میفته. ولی خب 2 در 1000 یا 10 در 1000 یا 20 در 1000 که میشه 2%، 2% که اگر بخوایم ایران رو 10 برابر کنیم که شاید خیلی دور از واقعیت نباشه، هنوز 2%. 98% نیستن. معناش نیست که اونا همه خوبن، معناش نیست که اونا توی طیفی قرار. این اولش یه نگاه در حقیقت واقعی به درصد و اندازه هاست. دوم، اون نکته‌ای که اشاره کردم که انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره، بنابراین این گونه انسان شدن رو یاد میگیره. سوم، اگر بخواید هر جور شما دلتون میخواد میشه بحثی کرد که اینا چگونه آغاز میشن، برای اینکه میدونیم از آغاز قرار نبوده من و شما 3 طبقه مغز داشته باشیم. بر اساس آنچه که میدونیم و مطمئنیم ما یه طبقه رو داریم که طبقه حسی ماست که مشترک میان انسان و خزندگانه، بعد دومی طبقه احساسی ماست که روش گذاشته شده، یعنی در مقابل اون استم یا پایه لیمبیکه که برخی از حیوانات کمی اونو دارن ولی انسان به نوع کاملش رو داره، و به همجاست که بین عشق و تنفر، بین شادی و غم، بین خشم و مهربونی حرکت میکنه، و سومی که در هیچ حیوانی نیست اون قسمت کورتکس یا مخه که قسمت در مقابل حس و احساس عقلی ماست، و قرار این است که این سومی حاکم بر اون 2 قسمت باشه اگر اون 2 قسمت آسیب دیدن، اگر نه که اونا میتونن با یه هماهنگی و هارمونی با این سومی کار کنن.
بنابراین وقتی که شما کودکی رو اونگونه نشون میدید، یا کودکی نه، نوزاد، شیرخواره، و یا بعدن تو سنهای بالاتر، شما بر اساس آنچه که میدونیم که میتونم توضیح بدم، کاملا سیستم رو از یه حال عادی که بر اساس پلیژر اند پین، لذت و درد حرکت میکنه، به سمت درد میبرید. یعنی موضوع درد کشیدن و درد دادن، رنج بردن و رنج دادن، میشه صفر و یک ما مثل کامپیوتر، و بنابراین تو اون حریم و چارچوب حرکت میکنید، در حالی که ما قرار صفر و یکمون به یه جهت عکس هم باشن، پلیژر اند پین، لذت و درد باشن، و یا یه انصاری رو میتونیم بسازیم که با واقعا لذت و لذت حرکت کنه، که به گونه‌های مختلف میشه توضیحش. حالا شما با توجه به آنچه که خودتون قبلا مشاهده فرمودید و الانم نگاه و نظرتون هست، چون من فقط شاید بتونم اگر یک حرف مشخصی رو بفرمایید بتونم خودم رو جمع و جور کنم و یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، هر جور دلتون میخواد بحث و گفتگو رو امتحان میده، من در خدمت. دکتر، اون چی که من میخوام در واقع حس میکنم کمک میکنه به هم به فهم خود من و هم به بینندگان، این است که ما حدود 35 دقیقه وقت داریم. این 35 دقیقه وقت رو در واقع من میخوام اگر شما سوالی من داشتم از حضورتون مطرح کنم، ولی موضوع پرسشم رو در آغاز خدمتتون میگم، نمیخوام شما رو قطع بکنم خیلی زیاد، برای اینکه شما بتونید مجموعه پاسختون رو در این مدت بفرمایید، اقلا خیلی اجمالی خواهد بود. من قطعتون بکنم الان؟ نه، تیکه تیکهش کنید، اصلا نمیتونم. یعنی اگر شما فکر میکنید که من میتونم به صورت یه سیستم حرکت کنم، آی کن. یعنی همش به خاطر این اتفاقی شده؟ بله، برای که ببینید، من بذار اینجوری خدمتون عرض کنم، شاید حرف تند خودخواهانه است، من بچه هم هیچ وقت تنبیه نکردم، نه تنها فیزیکی، روانی. بابا شما یه آدم معمولی نیست. نه، عرضمون نیست، آشنا نیستم باشه، زبون دیگری است. از نظر تئوری و علمی چه یه نگاه روانشناسی چه جامعه شناسی میفهممش، میتونم توضیح بدم، همین که عرض کردم. ولی اینکه شما بخواید من یه سیستم رو تو 35 دقیقه به گونه‌ای که خودم میخوام ارائه بدم، ندارم. من الان ممکنه در یه موردش حتی 35 دقیقه حرف بزنم، ولی با انتخاب شماست، ولی خود من توان یافتن مطلب رو ندارم. بسیار دکتر، بذار سوال آخرم رو اول بکنم، فکر میکنم که اینجوری شاید به نتیجه بیشتری برسیم. شما معتقدید، به دفعات از شما شنیدم، نقل به مضمون میکنم، اگر اشتباه هست تصحیح فرمایید، شما معتقدید که این عارضه ها رو زمانی نسبتاً کوتاه میشود این رفتارهای نادرست رو تبدیل به رفتارهای درست کرد؟ یعنی جامعه رو از این تله خشونت که توش گیر افتاده، در این دام خشونت که گیر افتاده، رهایی بخشید. با این نمونه ها که دیدی، که شما خودتون فرمودید از نظر عملی با این نمونه ها آشنا نیستید، کسی که هرگز بچه هاشو نزده، هرگز تند و خشونت آمیز باشون رفتار نکرده، خب خیلی سخته با این قضایی ها کنار بیاد. و من بسیار متاسفم که باعث آزار شما شدم. ولی این واقعیته. حالا شما به من بفرمایید، من اول اون پاسختون رو میخوام، چطور میشه این جامعه رو تبدیل به یک جامعه مدنی کرد و با توجه به همه آگاهی ها و دانشون چقدر کوشش و تلاش و چقدر حدوداً زمان لازمه، چند نسل لازمه تا این جامعه به سلامت برگرده؟ از نظر من که متخصص نیستم، فقط به عنوان یک کسی که یه خورده از جامعه شناسی میدونه نگاه میکنم، من به وحشت میافتم. من پاسخم رو برای شما دارم، و متاسفانه همون حرفای درستی است که شما در مورد من میزنید. همه اینا رو میشه درست کرد، مدت کمی نسلی هم اصلا نیست، یعنی ماجرای حتی یه پنجم نسل هم نیست، اگر نسل رو 30 سال بگیرید، یعنی 6 سال، برای که فکر کنید از پاسخ میگریزم، نه اینکه پستالی بخوام، میگم فقط شما یه مجموعه ای رو
در اختیار بگذارید، برای که ما وقتی انسان رو کمی بشناسیم میبینیم چگونه میتونیم تغییرش بدیم. اتفاقا تغییرات به اصطلاح 180 درجه یا 100 درصد خیلی ساده تر از تغییرات 70 درصدی و 30 درصدی است. این مورد اول. دوم، اینکه یک کسی از این راه افتاده و داره رنج میبره و جز اینم هیچی دیگه نمیشناسه، وارونه کردنش کار مشکل نیست. یه مثال براتون میزنم، شما نگاه کنین به مطالعات که در مورد کسانی شده که توی زندانها با به اصطلاح های سکیوریتی بودن و تو زندانهایی که خرد فرهنگهایی در اونجا حاکمند و به اصطلاح گنگهایی اونجا هستن که آدما رو ساعتها ای بسا هر روز شکنجه میدن. من باز اجازه بدید این نکته رو عرض کنم، با دوستانی تو کار رواندرمانی و تراپی آشنا شدم که وقتی ناخوناشون رو به من نشون دادن ناخونا نبوده یا یه چیز دیفورمی بوده، چون من گفتن ناخوناشون رو کشیدن یا ضرباتی آنچنان بهشون وارد کردن. بدنهایی رو دیدم که بد جوری سوخته بوده. بنابراین و توی مطالعاتی هم که روی مسئله زندان‌ها به ویژه زندان‌های امریکا شده یا زندان‌های برخی از کشورها شده خبر دارم، اما بسیار از اوقات همین آدمی که 5 سال 10 سال تو این زندان‌ها زندگی کرده و همطور که عرض کردم روزی بدون شکنجه نگذشته و خودش هم ناچار حتی عامل شکنجه به نوعی و به گونه‌ای بوده، بیرون که آمده در محیط اجتماعی توان اینو داشته که در بیشتر موارد خودش رو اداره و کنترل کنه و حتی یک دهم یک صدم اونا رو بعدن نشون نده. اینو به این دلیل عرض میکنم که وقتی با ظرفیت و توان انسان من و شما آشنا باشیم و اینکه این سیستم چگونه کار میکنه مسئله دیگه است. درست مثل اینکه شما حتی من بفرمایید این میز رو حرکت بده نمیتونم، ولی اگر منو پشت یک کامیونی که 30 تن وزن داره بگذارید، مادام که رانندگی رو بدونم و اتومبیل یا اون کامیون رو روشن کنم میتونم 30 تن رو ببرم. مقایسه های اینا رو اینگونه میبینم. بنابراین برای که پاسخی داده باشم، شما موضوع رو انتخاب بفرمایید شدنیست، وقت زیادی هم نمیخواد. به من نگید که اتفاقات اینجا اونجا نمیفته، میفته، ولی بذارید مثل مانند امریکا، شما توی مدارس امریکا شما بری رو همون 2 در 1000 شما برید آدمایی که مواد مخدر مصرف کنن، آدمایی که بیمارن و و، ولی شاید شما در 100 تا مدرسه امریکایی تو 1 سال یکی از اینا رو هم نبینید. معناش این نیست که امریکایی درسته، معناش این نیست که هنوز امریکایی هم توش آدمای اونقدر بیمار و گرفتار هست، ولی به دلیل یه سیستم و مجموعه این اتفاق نمیفته. بنابراین فرد رو از اینجا با این حالش نیارید و بذاریدش تو جامعه و به اون کارش ادامه بده. بذارید حتی یه نکته عرض کنم، مغز یک قسمتی داره به اسم آینه که این آینه به این گونه است که جز در آدمای آتیستیک در خود مانده همیشه به منعکس کننده بیرونه، هم از اینکه بخواد یا نخواد، آگاه و ناآگاه، و بنابراین وقتی محیط آرومه اونم ناچار به مقدار زیادی آروم میگیره. تنها وقتی متفاوت عمل میکنه که یا در دنیای ذهن و خیالش باشه و یا در جدایی انزوا یا با گروهی مانند خودش. بنابراین اون مادر یا اون مسئول مهد کودک یا آدمایی که دیدید، یا فرض بفرمایید اون کسی که چاقو و قمر و هرچی بود زد و خون آدم اونجوری پخ شد، این کار هر روز یا حتی سالی یه دفعه هم شاید نکن. و این نشون دهنده این است که موضوع به این راحتی نمیشه تعمیمش داد، هم از یه درصدی 1 یا 2 درصدی به 100 درصد و هم از یک حادثه به اینکه دائما تکرار میشه. یعنی میخوام بگم نگاه دقیقی از نظر علمی نیست و به همین جهت که شما میتونید این موضوع رو به عنوان یک بیماری، به عنوان یک اختلال سنگین، به عنوان یک خبر و حادثه بد داشته باشید ولی درستش بکنید.
اینو به این دلیل عرض کنم که من چون یکی دو دفعه گرچه من دیر رسیدم متاسفانه تا از رادیو آمدم نتونستم به موقع از آغاز مطالبی که فرمودی در خدمتتون باشم، ولی چون یکی اشاره فرمودی الانم اشاره کردی که من یه باورایی دارم و یه خوشبینیایی دارم و یه چنین چیزایی دارم، نه با وجود دیدن همه اینا تغییر در نظرم پیدا نشده، چون گفتم که این حوادث رو ندیدم ولی حدس و گمانش رو میتونستم ببرم. تحلیلتون به نظر من در یک جای سوال داره و اون اینجاییست که شما این رو روی 2 در 1000 آمریکا میگیرید و 10% هم بهش اضافه میکنید و 8% هم اضافه میکنید، میگید تقریبا در مورد ایرانه. اما پرسش که در ذهن من مطرح میشه، نه با این معیار نمیتونیم جلو بریم، برای اینکه در ایران الان ما سازمانی داریم به نام آمران معروف و ناهیان از منکر. این وظیفه مشخصی داره، چه امر به معروفشون چه نهی از منکرشون بخشش اعمال خشونت و آمران معروف و ناهیان از منکر برای 80 میلیون مردم دارن این کار میکنن. پس بنابراین تعداد خیلی بالا میره. 2، نظام آموزش پرورش این خشونت ها رو تایید میکنه و این روش ها ساده ترین روش های ساکت کردن بچه هاست، بنابراین این اتفاق هم میافته. 3، ایجاد رعب و وحشت در مردم بخش از سیاست های حاکمیته، چنانکه جوونی که در همین آخر کار گرفتنش و به عنوان مجازات شکنجهش کردن و هممون این صحنه رو دیدیم. یعنی میخوام بگم که نه، من با درصد 2000 تبدیل به 20% 20000 شما به عنوان یه حدس خیلی خوب اینو میشنوم، ولی اجازه بفرمایید که قبولش نکنم. من فکر میکنم واقعیت خیلی بیشتر از این تعداده و تو جامعه آمریکا درست خشونت وجود داره، ولی خشونت قانونی نیست. اعمال خشونت در هیچ یک از قوانین آمریکا قانونی نیست. درست میفهمم اینو یا نه؟ ببین مطلبی که هستالی میفرمایید کاملا درسته، ولی شما یه فرض رو گرفتید که یه آدمی مثل من که خوشبختانه منتسبش کرد به خوشبینی فقط میخواد بدکاری کردن، نه نه نه، فقط میخواد یه جوری در ذهنش اینا رو درست کنه. ببینید شما به من بفرمایید که قوانین و مقررات و ترجیحات و سیستم و اینا همینجوری میمونه، کاملا حق با شماست، بدتر میشه بهتر نمیشه؟ پس اصلا من حرفم این نیست. شما دارید به من میفرمایید اگر یه روزی بخوام این مجموعه رو درستش کنیم و حق و انتخاب و اختیار شده باشیم چی؟ خیلی ساده است. یک آموزشی است که هیچ کس حق نداره روی هیچ کس از نظر فیزیکی دست بلند کنه، از مادر گرفت تا معلم. 2، اون آدم نه به صورت فیزیکی ولی به گونه های دیگه ای هزینه هاش رو هم از نظر آموزشی هم از نظر مجازات هایی که در حد نظم نیست، در حد عدل و مهربونی است میبینه. بنابراین اگر شما بخواید بقیه چیزا رو این گونه که اشاره فرمودید ثابت نگه دارید، کاملا حق با شماست، ولی من اونو نمیبینم. ببینید شما در امریکا نگاه بفرمایید، اولین سالی که اومدن گفتن هر زن و مرد، که بیشتر مردا بودن، همسرش رو کتک بزنه فقط میبرنش زندان اون شب، منم یه بیل میذارن میاد بیرون و خبری نیست. 68% میزان آزار همسران دازارشار همون سال اول قد شد، پای برای که قانون آمد. قانون هم چیزی نبود که نباشه، فقط قانون به پلیس اجازه داد که وقتی برخورد فیزیکی بینی اون آدمی که ضربه به دیگه زره بر زندان. تازه تو زندان هم زندان امریکا بکنش نمی کردن، یه زندان موقت بود، میمون اینجا شب میگرفت میخوابید، ای بسا جاش هم خوب بود، بهتر از خونش هم بود تا فردا. یا همون موقع کسانی میرفتن پول میدادن مامورین بیل، شما میدونید یعنی اون کسا تمام 24 ساعت هستن نزدیک زندان ها هستن، شما میرید یه دهم اون پولی که قاضی مشخص کرده رو میذارید زندانیتون آزاد میکنید. همین به تنهایی سیستم رو دگرگون. همینقدر که شما از چی عرض کردم، شما من میگید امریکایی گرفتار و بیمار و معتاد و مریض و همه جوره نیست، میگم حتما، ولی شما تو مدارس من مطمئنم اگر 100 تا مدرسه لس آنجلس رو ببینید یکیش حادثه از این قبیل رو ظرف یک سال گذشته نداره. اصلا داریم با شما حرفی ندارم. پس بنابراین اصلا کل سیستم میریزه به هم. حالا عرض من این است که قانون پس مسئله است. یعنی ببینید شما آمدید، چون عرض من این فقط قانون نیست دکتر، نه حالا اجازه بدید دوزی کوچیک هستم. شما اشاره فرمودید به مسئله مثلا جامعه مدنی. جامعه مدنی شرط اولش قانونمندیه و قانونی عادلانه
و مهربان، نه ظالم و مبتنی بر مجازات. شما فقط قانون رو برزن توجه کنید، حرف تندیه، فقط قانون رو اجازه بدید آدمای آگاه و مهربان و عادل و از کنند برای ایران. ظرف دو سال 99% این اتفاقات نمیافت، فقط قانون رو. و یا این ماجرا، ببینید من بارها خدمتتون عرض کردم یه بدبختی انسان در طول تاریخ این بوده که عدالت رو مساوی مجازات دونسته. این از خدا راه یاد گرفتیم یا به خدا نسبت دادیم تو جامعه هم پیاده کردیم. در حالی که من دقیقاً بحثم در مورد عدالت این است که مجازات ظلمه، عدالت نظم هست ولی عدل نیست. طبق همه تحلیلایی که خود جناب عالی میکنی و بسیاری با این تحلیل‌ها دیگه امروز آشنا هستن، شما میگید خسارتی که به کودک میخوره در اون 36 ماه اول، این خسارت‌ها معمولاً جبران شدنی نیست و در جبران شدنی اگر کارش نکنیم میمونه دمار از روزگار خودشو دیگران. مثلا این کودکی که در همین اول شما دیدید و با این روش توی مالزی، حالا ایرانو ورش کنید، مالزی مسلمون این ایران خود، چون اون مهد کودک هم در ایران بود دیگه، با بچه‌ها اون رفتار می‌کرد، این کودک چجوری میتونه وقتی اگه همسر کسی باشه در زمانی که شما اون قوانین رو وضع میکنید، اصلا چجوری میتونه خودشو کنترل کنه با این قوانین سازگار بشه وقتی در یک نظامی که حقوق انسانیشو به عنوان یه طفل رعایت نکرده و همه این جرائم در موردش مرتکب شد؟ جان فروزر، من فکر کنم یه توجه از جانب شما منو کمکم میکنه. من اومدم امریکای ثابت و واحد رو گرفتم، فقط ماجرای یک شب زندان خوابیدن رو دادم، 68% تو همون سال اول افتاد. پس به من نفرمایید که حوادثی از این قبیل رو، اونم نه با اون تغییر کم، با یه رفتار مبتنی بر آگاهی و مجازات مبتنی بر در حقیقت انتظار رفتار درست نمیشه از بینش برد. دوم، شما اون بچه‌ای رو که فرمودید، اون نوزادی که اینگونه برخورد میکرد، اگر همین گونه بمونه، حتی آسیبای بعدی نبینه یا کم این وضع ادامه پیدا کنه، بدون تردید موجودی است که وارد مرحله‌ای میشه که اون دو در هزار امریکاییه که از رنج دیگران و آسیب به دیگران حتی لذت میبره. پس بنابراین یک کسی است که شادیش و لذتش در رنج و آزار دیگرانه، ولی اینو تو مغز میشه عوض کرد. یعنی این چیزی نیست که نشه عوضش کرد، برای اینکه یادتون باشه همه چیزی که در مغز من و شماست نبوده. مغز من و شما مثل یه دوربین میمونه، به یک اعتبار عکس میگیره. ما امروز توان داریم که عکسی رو پاک کنیم، عکس دیگه سر جاش بگذاریم. به همین جهت است که این کار مشکل هست، این کار بسیار سنگین هست، ولی شدنی است. علتش هم این هست که امروز میدونیم همه این حوادث و اتفاقات با تعبیر و تفسیری که روش میشه با توجه به شرایط سنی در مغز چجوری جا میفته و امروز توان اون تغییر داریم. من میشه این رو عرض کردم، همه اتفاقات که در زندگی من افتاده هیچ جا نیست جز در مغز من، در یه منطقه به اندازه یه نارنگی که پخش شده و ما امروز دسترسی برای تغییر اونو داریم. این کار در حد عادی و معمولیش کاملا شدنی است و به همین جهته که من پدران و مادرانی رو داشتم، اصلا نمیخوام بگم به بدیه اینا بودن، به هیچ وجه، ولی وقتی متوجه شدن این کار نباید بکنن، این کار دیگه نکردن، در حالی که قبلا هزار بار این کار کردن و اصلا این کار درست میدونستن یا در برخورد با آدم ها این چنین عمل میکردن. بنابراین شما دو چیز رو در انسان نادیده نگیرید، یکی اصل آزادی که با نفی او انسان رو انکار میکنید و دوم تکنیکی که برای این تغییرات لازمه. من شاید خدمتون قبلا عرض کردم، نمیخوام وارد بشم، بعدا میتونم توضیح بدم. شما بیاد یه آدمی رو که امروز الان دارن تو امریکا انجام میدن که پا نداره، یه پا نداره رو به من بدید و به خاطر اون پایی که نداره و بریده شده، دردی که داره، میزان دارویی که میخواد بخوره رو مشخص کنید. ظرف یک هفته این آدم به اینجا میرسه که مغزش میپذیره من پا دارم و اون دردارو نداره.
نه اینکه خودشو فریب میده، مغز فریب میخوره که پا رو داره و بنابراین قرار نیست اون واکنشا رو نسبت به پای نداشته نشون بده. به بیان دیگه شما یه تخته‌ای دارید که روش که نوشته شد به این سادگی ها پاک نمیشه، ولی قابلیت پاک شدن داره. ولی قابلیت داره. بنابراین اون العلم و فسقر کل نقش و فل حجر حرف درستی است که علمی که یا آگاهی یا به هر حال برداشت، قصد علم به معنی علم نیست، برداشت کودکی مثل یه نقشی مونه روی سنگ، ولی ما امروز تغییر اون سنگ رو میدونیم، مانند گذشته نیست که ندونیم. به همین جهت است که این به عنوان یه سیستم و مجموعه کار میکنه. به من میگید ممکنه زمان ببره، بسته به اختیاراتی است که شما میدید. ببینید شما اگر بیاید تعجب نکنید، بچه ها ممکنه خوشحال بشن، دو ماه مدرسه ها رو تعطیل کنید، معلم ها رو درس بدید و کمکشون کنید بفهمن. چون بسیاری از این آدم ها اشکالشون در این نیست که بدند، بلکه اینا اشکالشون در این است که اون چی که میدونن غلطه و بده و میشه کمک کرد. حتی من یه جمله تو سیدی خشم و عصبانیت دارم که کمتر موضوع و مسئله و مشکلی با عصبانیت حل میشه یا رفع میشه. بسیاری من گفتن همین جمله تو رو من توش موندم و وقتی پذیرفتمش درسته تصمیم گرفتم دیگه عصبانی نشم. به همین سادگی. برای اینکه شما وقتی که با انسان آشنا باشید میدونید پروسه تصمیم گیری، فرایند تصمیم گیری باید از یه مسیر مشخصی بگذره و شما فقط کافیست تو هر کدوم از این لایه‌ها قطعش کنید. من درباره آدم عصبانی اگر سیدی یا دیوید ندید خدمتتون، معتقدم انسان باید 8 تا مرحله رو بگذرونه تا عصبانی بشه، یعنی 8 تا باوری که بودم راجبش صحبت کنم. هر جا شما اینو قطعش کنید آخری اتفاق نمیفته و خیلی از وقت این کار ساده است. به من میگید این آدم قبلا 1000 دفعه عصبانی میشده، میگم بله. به من میگید اگر این اصول رو بفهمه بپذیره و آماده باشه روش عمل کنه عصبانی میشه، میگم خیر خیر. بنابراین شما با انسانی روبرو هستید که بیمار، نادان، مست، خواب، بیحس، بیهوشه. این آدم رو با همه این مشخصات میشه براش کاری کرد. این گونه نیست که ما باید صبر کنیم و بذاریم این حالت فزاینده خودش رو ادامه بده. اینو توی عرض کردم، آدم ها از زندان به بیرون نشون دادن، جوامعی این مراحل پشت سر گذاشتن و هنوز در همون جوامعی که اینا رو پشت سر گذاشتن آدمایی هستن که مانند گذشته عمل میکنن، ولی بسیاری نه. پرسش بعدی من که بلافاصله بعد از این توضیحات شما مطرح میشه این است که یه همچین جامعه این که در این شرایط خشن وجود داره، حالا از نمونه هایی که در این ویدیو بود بگذاریم، ولی جامعه امروز ایران به طرز خشنی داره اداره میشه. حتی آخرین بار کی بود؟ همین چند روز پیش بود، یکی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که جامعه ما داره به سوی خشونت میره. حالا خیلی ملایم کرده بود قضیه رو، داره تازه به طرف خشونت به سمت بیرحمی به گونه بیمارگونه وحشیانه ای داره میره. بله، یعنی از مرحله خشونت دیگه گذشته. برای که اون حرفا رو وقتی شما اون گونه توضیح میدید، وقتی که یه مرتبه ماجرای موی سر رو تبدیل میکنید به یه مسئله ای که ملی، هر چیزی رو اجازه میده، دیگه شما گفتگوی خشونت نیست جناب فروزنده. خشونت یه تعریفی داره که با بیرحمی و سبوعیت و وحشیگری و تجاوز، اونا اصلا یه لغتهای دیگری است. اون شما من میگید داره اوضاع بد و بدتر میشه، معلومه اینا در اون شرایطی است که این برف به صورت بهمن داره میقلته و میاد و حتی آدمای مختلف و متفاوت رو در بر میگیره، اصلا توش تردید نکنی. و به همجه است که اگر این وضع ادامه پیدا کنه برای یه جامعهی که هنوز یه ده توش زنده هستن، یه ده زیر اون بهمن از بین میرن. بسیاری از جوامع هستن که اینگونه زندگی کردند و میکنن، یه مقدار از این جوامع توی افریقا هستن که
که اصولا حتی مطالعات مردم شناسی شما بیشتر میدید نشون میده برخی از قبایل اصلا با جنگ و خونریزی زندگی کردن، مثلا این مفهوم زندگیشون بود. دکتر قبل از اینکه سوال اساسی دیگم رو بخوام مطرح بکنم که اصلا خشونت دلایلش چیه و ناشی از چه عواملی است، یه پرسش دیگه در همین فصلی که هستیم واسه حضورتون دارم و اونه که جامعه امروز ایران درش ضرورت یه تغییر اساسی بیش از هر زمان دیگری به چشم میخوره برای اینکه از این مرحله وحشتناک نجات پیدا بکنه و در بیاد از این مرحله تسلیم بیرحمی هولناکی که شما میفرمایید به یه جامعه عادی برگرده. اما مردمی که تحت این نظامند، تحت این فشارها هستند، آیا راهی جز مقابلشون هست جز اعمال خشونت؟ یعنی روش‌های مدنی که در بعضی از کشورها انجام شده و جامعه نجات پیدا کرده، آیا روش‌هایی است که در این جامعه هم کار می‌کنه؟ ببین مثلا سوالم درست بود؟ بله، مثل اینه که شما من می‌فرمایید در شب ما چقدر می‌تونیم شب رو زائل کنیم؟ میگم با یه مقدار چراغ نور یه منطقه رو، ولی شب رو نمی‌تونین از بین برای شب باید خود جاشو به روز بده. اون شدنی نیست. یعنی این تغییرات که شما انتظار دارید تغییراتی نیست که بشه اینجا همینجا بذار درس کنم. میدونم این حرف وارد بحث سیاست اصلاحات اصلا ممکن نیست. اصلا چیزی به اسم اصلاحات از آغاز نظام مطلع. اصلا معنا نداره. استردادات بود. از شما 10 تا چیز رو گرفتن، یکشو انداختن جلوت. دوتاشو انداختن جلوه. چیزی که گرفتن رو بهتون پس دادن، چیزی که مال شماست، چیزی که شما هستید رو بهتون پس دادن. بدونید خیلی متفاوته. رفرم برای یه سیستم در حال رشده، نه در سیستم در حال اضمحلال. اشکال کار در اینه که جناب فروزنده ببینید چرا در حیوان و انسان ترس فیر وجود داره؟ به خاطر دو چیز، درد و مرگ. در جامعه ایران گفتگوی درد و مرگه، یعنی مسئله رو دارن به سمتی میبرن که ما دردتون رو کم میکنیم یا درد بهتون وارد میکنیم یا موجب مرگتون میشه یا موجب نه تنها مرگ فیزیک تو مرگ روحانیتون میشه، میرید جهنم. ببینید شما با یه جامعه در مسیر درد و مرگ روبرو هستی و معلومه این سیستم غیر از این نمیتونه هیچ جا گفتگوی داشته باشه. شما با لذت و با زندگی کاری ندارید. حتی شما نگاه کنید، نمیخوام باز وارد بحثایی بشم، یه نگاه آخر زمانی که همه چیز دنیا پر از ظلم و جور میشه و نابود میشه، حالا به هر شکل و فرمش، باز وارد بحث روانشناسی جامعه شناسیش نمیخوام بشم. خب شما در یه همچی جامعه ای مثل منی میمونه که دارم احساس میکنم و درسته که دارم پیر میشم و دارم شکسته میشم و دارم نیروهام و توانم رو یکی بعد از دیگری از دست میدم. شما نمیتونید به من بیاد بگید تو 10 سال دیگه جوانتری، نیروت بهتره، چشمت بهتر کار میکنه، مغزت بهتر کار میکنه، دست و پات بیرون بشه کاره. برای که من افتادم تو اون قلتک و برخی از اوقات جوامع به دلیل شرایطی که دارن بدون که متوجه بشن میافتن اونجا. مردم هم نسبت بهش میتونن بی تفاوت باشن. برای که شما همه آدمای مسن رو دعوت کنیم این چهار. من همین دیروز توی شمال کالیفرنیا بودم، جایی که شما زندگی میکنید، محل کنفرانسی برای من پیدا کردم چون اینجا ما جا نداشتیم که جای دیگه ای بتونیم داشته باشیم. من رفتم اونجا، خانه سالمندان بود. اول که وارد شدم بعد گفتن اینجا رو نشون بده، گفتم بله لطفا خانه بعدی من رو بهم نشون بدید من کجا باید زندگی کنم. و وقتی اومدم گفتم این شرایطشه. یعنی ببینید شما در یه آدمی مثل من چی میبینید؟ تنها چیزی که میبینید تو داری تحلیل میری. جامعه ایران وضعیتش اینه. به همین دلیله که برخی از آدم ها چی میخوان؟ یک، میخوان با سختگیری اوضاع رو درست کنن، یه ده میخوان از ایران بگریزن. یه گروهی هم که این وسط بی‌حس و بی‌احساس شدن شاهد این ماجرا. چرا باید این همه ایرانی بخواد از ایران خارج بشه؟ چرا ما کشور اولیم تو سر 93 کشور از نظر خروج مغزها؟ حالا اگر آدم عادی بود گفتیم زندگی سخته. شما الان با مسئله موضوع مردمانی که میگریزن از عراق یا از سوریه روبرو هستید،
پناهندگان. ولی چرا آدمایی که میتونن بمونن، آدمایی که میتونن زندگی داشته باشن میخوان برن؟ برای که برخی بوی درد و مرگ رو حس میکنن. و باز شما چه چیزی رو میشنوید؟ چون فرمودید برنامه های من رو میشنوید، به جرات همین امروز، حتی همین امروز خانمی که از استرالیا تلفن گفت من و شوهرم اونجا شغل خوب داشتیم، شوهر من چنین بود چنان بود، اما ما فکر کردیم برای بچه‌مون میخوایم در یه محیط بهتری زندگی کنیم. به خاطر او اومدیم استرالیا، مثلا 2.5 سال قبل، 7 سالم بود ازدواج کردن، بچه 4 سالم داشته. خب همین شما چی میبینید؟ برای که یه عده دارن حرفشون این است که ما که داریم بر مسیر مرگ و نابودی میریم، بذار حداقل این بچه تو مسیر زندگی و لذت بیفته و زندگی بهتری داشته باشه. معنای دیگه اینه که ما فقط میتونیم زندگی بدتری داشته باشیم. به همین دلیل که دو چیزی که در ایران حاکمه چیه؟ یأس است و ترس. ترس از همه چیز و یأس از همه چیز. و این سیستمی است که آمده به من میگی چه خواهد شد؟ خیلی چیزا میتونه بشه، ولی این چیزی نیست که با طبیعت انسان و جامعه بشری در تضادی باشه که ناچار مثلا به هم بریزه. به این دلایل نیست که به هم میریزه، برای که شما میتونید نشون بدید 500 سال جوامعی بودن که با اینا همچنان تداوم خودشون رو حفظ کردن. چون نمیخوام ازش نتیجه گیری های عجیب و غریب بگم، چون ببینید مثلا باور به این ندارم، ببینید یه باور دارم که مثلا هیچ جامعه‌ای با ظلم نمونه. چرا؟ من میتونم به شما 100 تا جامعه نشون میدم که 200 سال 300 سال 500 سال 700 سال با ظلم زندگی کردن. اینا شعارهای دلخوش کنکی است که تان خیلی هم خطرناکه، ولی که طبیعت نشست بگه آقا اینجا داره ظلم میشه، آقا بیا به همش بذاریم. نه، طبیعت دو تا قاعده داره، زندگی و مرگ. بعد شما در مسیر مرگ حرکت کنید، هنوز طبیعت با شما کار میکنه. بگم شما این همین آدم سر یه آدمی رو بکشید، طبیعت میکشه. طبیعت که نمیگه نه آقا نمیذاریم، ما نمیذاریم چاقوا دیگه کار بکنن، ما اگر از یه کسی خون بیرون ریخت نجاتش میدیم. طبیعت هم چه حرفی نمیزنه، طبیعت با هر دوتاش داره عمل میکنه. و به همین جهت هست که شما کدامش رو حاکم میکنید و نگه میدارید. و بنابراین به نظر من چرا ما هنوز بعد از این همین مدت هنوز مرگ میگیم به اینو، در حالی که میدونیم هیچ کس به خاطر حرف ما نمرده، بارگاه الهی هم گوش به حرفمون نداده، ولی باید همه رو نابود میکرد. معلومه زندگی ما در دست و مرگ، زندگی ما در دست و مرگ. و باز به همین جهته که حتی خواننده های ما وقتی میخونن، وقتی از این درد و مرگ میگن، خیلی خوشمون میاد، تا اونجایی که از این درد و مرگ لذت میبریم. چرا؟ برای که سیستم ما به هم ریخته. درست مثل من شما که اگر اینقدر الان تریاک بخوریم میمیریم، آدم هایی هستن که اگر اینقدر تریاک نخورن میمیرن. چرا؟ برای خودشون بهش عادت داده. ما یه جامعه هستیم که کاملا به هم ریختیم تو همه زمینه ها. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید، مثلا فرض کنید مادری که بچه کوچولو رو اونجوری میزنه، مثلا هدفش اینه که میزنه که این مثلا ساکت بشه. شما فکر بکنید واکنش طبیعی همه آدما، حتی اگه بخوان جلو خودشون رو بگیرن، با درد واکنش فریاده. مغز نمیتونه دردش رو بیان نکنه. درست نیست که شما این چیزی رو بکوبید صداش بلند میشه، ولی شما وقتی با یه ابله بیماری روبرو هستید که از طریق کتک زدن میخواد بچه رو ساکت کنه، شما براتون چی باقی مونه؟ ولی اگر ذهنیت این آدم رو بیارید که چرا داری این کار رو میکنی، جالبه. به همین است که شما چه میفرمایید؟ بسیاری از آدمای بزرگان ما در دوره که بنده بچه بودم، تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. یعنی من اونجا متوجه شدم که ما گاو نیستیم، خر نیستیم، هر دوتاش با همین. و اینو بزرگان ما میفرمودند، چون یه فرضی داشتیم که انسان یه موجود بدیه که فقط از طریق تنبیه درست میشه. به همجاست که نظام ذهنی بسیار از من مشکل در جامعه است، آقا تنبیه کنید درست میشه، در حالی که با تنبیه که همه چیزهای درست هم خراب میشه. دکتر، چه چیز دلیل خشونته؟ چند تا مقاله رو میخوندم، بعضی زنان میگفتن که خشونت نتیجه عدم رعایت عدالت اجتماعی است در جامعه.
یه گروه دیگر رو مطالعه میکردم، میگفتن که در خشونت عوامل زیست محیطی رو نباید نادیده گرفت. آیا اینا تنها دلایل اینا هستن؟ ولی اینا اولی یه بحثیست 5%، دومی یه بحثیست 10-15%. ببینید جناب فروزنده، اگر طبیعت سخت باشه، آب نباشه، غذا نباشه، سرد باشه، من 10 برابر خشنترم تا زمانی که آب داشته باشم، غذا داشته باشم، سرپناه هم داشته باشم. یعنی بدن اونجا خشن میشه. بنابراین شما نگاه کنید به جوامعی که از یه آرامش نسبی برقرار دارن، خدای عشق داشتن. اون جوامعی که نشتن یه خدای بیرحم وحشتناکی داشتن که فقط نابود میکنه و تنها چیزی هست باید ازش ترسی. خب تفاوت خدای عشق و خدای تنفر و خدای خش و عصبانیت بیش از حد، یه دو دفعه یه توصیه‌ای بکنیم عمل نکنن، شهر آتیش بزنیم، شهر با خاک یکسان کن، اصلا آب بفرستیم حال ممنونیست، همه رو تو کره زمین نابود کنیم. چون یه گروهی که اونم اگه به اون زمان برگردید از سر نادانی و بدبختی و عدم تشخیص تازه حرف خدا رو نفهمیدن. حال نفهم بخ، شما باش راحتید که بزنید تو همه چیز رو نابود کنید تو، بعد مجبور بشید دوتا حیوان بیارید که اینا بعدن دوباره راه بندازید. من میدونم 15 میلیون حشره کجا بودن تو اون کشتی جوری جا گرفتن، ولی چی کارش میشه کرد؟ ببینید از نظر من توی سی دی خشم و عصبانیت ما خشم و عصبانیت از کجا یاد گرفتیم؟ اول از خدا، بعد از طبیعت، بعد از پدر و مادر بزرگوارمون، بعد از معلمین، یا بعدا محیطشون. خب من اینکه از بالا از خدا گرفته و طبیعت گرفته و اینا گرفتارم دیگه. وقتی خدای خوب و مهربون شیطون خلق کرده که بیاد منو گمراه کنه، بعد بیشتر آدم هم گمراه شدن. حالا اگر 1% گمراه شده بودن خب، ولی وقتی تقریبا همه ما گناهکار شدیم، خب آخه قربونت اون شیطونه رو خلق نمی کردی، کار دست ما نمی دادی. شما نگاه به ذهنیته بکنید چی کارش می تونید بکنید. به همینجاست که اینا متاسفانه یه نظام باورها و اعتقاداتیست که همه چیز رو خراب می کنه. و تا زمانی که هست شما یه مفهومی رو دارید که اون مادر داره، اون مسئول مهد کودک داره، اون معلم هم داره، تو خیابون هم شما داره. شما یه قسمتی از سوال بعدی منو در این پاسختون فرمودید. چقدر ما وقت داریم؟ من از دکتر زمان زیادی نداریم، ولی بخشیشو پاسخ دادید. ولی اجازه بفرمایید که من اصلا فکر نمی‌کردم این 35 دقیقه گذشت، اینقدر صحبت‌های شما جالب بود. ابدا نبود، شما مطالب خوب ارائه دادید جناب دکتر. دین توامان و همزاد خشونت نیست؟ ما داشتیم، یه در رو نزدیک میکردیم به این که بدون تعصب و بدون جانبداری یه ذره واقعیت ها رو ببینن. شما یه دفعه سرکله یه چیزی رو در آوردید که 80-90% یا حالا میرن طرفدارش میشن، کار دستمون میدن، پاسختون رو نمیدن. بنابراین نگاه کنید به تاریخ ببینید چه شده. بینندگان ارجمند، البته دکتر هلاکویی میتونن که پاسخ منو ندن. در هفته آینده اگر در خدمت ایشون باشیم که حتما هستیم، باشون قبلا توافق میکنم، میخوام که این بحث رو ادامه بدیم یا بحث دیگری رو دکتر هلاکویی پیشنهاد میکنه. این که نمیشه من پرسش بکنم و ایشون پاسخ ندن. اینقدر خیلی هم خوب میشه میشید که شد. سپاسگزارم از حضورتون. خواهش، خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، زندگیتون به دور از خشونت کام رواباد.